جلسه 106 از آموزش افزار افکت رو شروع میکنیم. تو این جلسه میخوام چند تا افکت بهتون معرفی کنم که در زمینه رنج بهتون کمک میکنه. یه دونه ویدیو دارم، کلیک میکنم، درگ میکنم، اینجا رها میکنم تا یه کامپوزیشن بسازه. سرچ میکنم کالوراما، قبلا باهاش کار کردیم. افکت کالوراما رو رها میکنم روش. قسمت آوتپوتش اگر باز کنید، اینجا یه سری پریست داره، گفتم بهتون معرفی کنم، شاید به دردتون بخوره و گاهی بتونید ازش استفاده بکنید. به این صورت میتونید دونه دونه تست کنید و برید تا پایین. دیلیتش میکنم، میرم منوی پراجکتم، یه دونه کامپوزیشن میسازم، رایت کلیک میکنم، نیو، یه سالید هم میسازم، رنگش مهم نیست. روی سالیدتون رایت کلیک کنید، یه قسمت دارید لایر استایل، اینجا یه قسمت دارید گرادینت داره. خب یه گرادینت اینجا اضافه شد، این گرادینت رو باز میکنیم، اینجا لینیرش رو پیدا کنید و روی انگل قرار بدید که به این صورت در بیاد. روی لایه‌تون رایت کلیک کنید و پریکامپوزش کنید. موو آل اتریبیوتس باشه حتما، اوکی میزنید. الان کالوراما رو میاریم و روی پریکامپوزمون قرار میدیم تا به این صورت در بیاد. آتپوتش رو باز کنید. حالا اگر این تیکو بزنید اینا رو از هم جدا میکنه. حالا اینجا یه دوره، میتونید بگید دو دور باشه، میتونید بگید سه دور باشه، تعدادشو خودتون میتونید مشخص کنید. یه کار دیگه هم میخوام بکنم، اینپوتش رو باز میکنم، اینجا یه دونه فیز داره، شیفت رو میگیرم، یه کلیک روش میکنم و مینویسم تایم زب در 36، چون 10 ثانیه است و این هم 360 تقسیم بر 10 کردم شد 36. الان اگر اجراش کنم یه همچین چیزی میبینم. خب قشنگتر شه. یه دونه تورل هم قبلا خوندیم، میارم و روی کامپوزیشنم قرار میدم و بهش میگم مثلا یه دور بچرخ، حالا هر چند دور که میخواد میچرخه. و حالا ببینید تونستم چنین چیزی ایجاد کنم. حالا دقت کنید این الان سه قسمته. چرا؟ چون من اینجا بهش گفتم سه تا باشه. اگر اینو چهار تاش کنم این چهار تا میشه. دیگه خودتون میدونید، دو تاش کنید دو تا میشه. هر طوری که میخواد میتونید طراحیش کنید. برگشتم توی کامپوزیشن قبلیم، یه دونه عکس مداد دارم، میارم و اینجا قرار میدم. میخوام یک افکت دیگه به تو معرفی کنم. افکتی داریم به نام مچ کالر، کلیک میکنم، درگ میکنم روی این مداد، رها میکنم. این قسمت اگر باز کنم میتونم لایه بهش بدم، لایه اصلی رو بهش میدم که اون تصویر پشته یا اون فیلم پشته. دقت کنید مچ میکنه اینا رو با هم. حالا اگر نپسندیدید میتونید گزینه ها رو باز کنید و تغییرش بدید تا اینکه به اون حالتی که دلتون میخواد تبدیل بشه. گاهی اوقات یه کاراکتر دارید یا خودتون از یه جایی بریدید و میخواد ببرید توی یه ویدیوی دیگه و این رنگا به هم نمیخوره، این افکت کمکتون میکنه که رنگا با هم دیگه مچ بشن. من دوباره میرم تو این پنجره پروژه، یه ویدیوی دیگه میارم باهاش یه کامپوزیشن میسازم، مدادم رو میارم اینجا قرار میدم. حالا چرا این مداد رو میارم؟ چون رنگاش خیلی ناهمخونه با همه جا. حالا کلیک میکنم، درگ میکنم روی مدادم، رها میکنم و دوباره اینجا بهش لایه اصلی رو میدم که اون ویدیوی پشته. ببینید تلاش کرد که رنگامون همخونی داشته باشن. همه رو پاک کردم، یه دونه کامپوزیشن میسازم، وسطش اسمم رو میخوام بنویسم و یه افکتی داریم قبلا هم استفاده کردیم به نام اینورت، کلیک میکنم، درگ میکنم روش، رها میکنم. خب این اینورت میکنه. حالا میخواستم یه نکته رو فقط خدمتتون عرض کنم، اینو وقتی باز کنیم اینجا یه آلفا داره، وقتی آلفا رو بزنیم آلفاش میکنه. حالا نه فقط این، هر لایه دیگه هم بود آلفا میکرد. من باز کنم و برم تو پروژکت، دوباره این مداد رو بیارم اینجا قرار بدم. حالا اگر اینورت رو روی مدادم اعمال کنم خب رنگش به این صورت در میاد، ولی اگر آلفاش کنم میبینید که اینطوری شد. میتونم شهنامو خاموش کنم که بهتر ببینیم، یا حتی میتونم رایت کلیک کنم
نیو یه دونه سالید به یه رنگ دیگه انتخاب کنم تا ببینید چه اتفاقی میفته. ولی باید مدادمو ببرم بالای سالید قرار بدم. میبینید آلفا میکنه. همه رو پاک کردم، یه ویدیو دیگه دارم، کلیک میکنم، درگ میکنم اینجا، یه مقدار تاریکه. قبلا یاد گرفتیم جلسات قبل چطور میتونیم ویدیومون رو روشن کنیم. الان هم یه دونه افکت داریم به نام اکسپوزر، کلیک میکنم، درگ میکنم روش، رها میکنم اینجا. اگر خواستید اکسپوزرش رو اگر زیاد کنید براتون ویدیوتون رو روشن میکنه. همه رو دیلیت کردم، یه ویدیو آوردم اینجا قرار دادم. این ویدیو یه مقدار کم آب و رنگه، بعض وقتا میخوایم آب و رنگ بدیم به ویدیومون. یه افکت داریم به نام CC Color Offset، کلیک میکنم، درگ میکنم روی ویدیوم، رها میکنم. اینجا دستم بازه برای اینکه رنگ قرمز، سبز و آبی رو مقدارشو کم و زیاد کنم. مثلا من گرین رو میخوام یه مقدار زیاد کنم، یا شاید حتی خواستید کم کنید، دست خودتونه. ولی میتونید توسط این افکت رنگا رو کم و زیاد کنید و ببینید کدوم حالتش میتونه نظر شما رو تامین کنه. حالا اینجا هم یه قسمت دیگه داره، مثلا میتونید از پلورایزش استفاده کنید، شاید اگر از این استفاده کنید بهتر باشه براتون. یه مقدار من این اعداد رو عوض کنم، ببینید الان بد نشد نسبت به قبل. دقت کنید، این رنگی بود، این رنگی شد، آب و رنگ بهتری گرفت. دیلیتش میکنم. افکت دیگه ای داریم، اونم حدوداً همین کار رو میکنه، به نام فوتو فیلتر. اونم کلیک کنم، درگ کنم، روش رها کنم. این یه سه پریست داره که میتونید ازشون استفاده کنید و شاید به دردتون بخوره. ردش رو انتخاب میکنید، اورنجش رو انتخاب میکنید، یلوش رو انتخاب میکنید و خب با تغییر این عدد هم میتونید غلظتش رو کم و زیاد کنید. اصلا گرین رو انتخاب میکنم و تغییر میدم، بلو رو انتخاب میکنم و تغییرش میدم. ببینید الان به نظر من خیلی بهتر شد، ببینید قبلا اینطوری بود الان اینطوری شد. به غیر از این یه حالت کاستم هم داره، کاستم هم میتونید انتخاب کنید و خودتون رنگ بهش بدید، هر رنگی که دلتون بخواد انتخاب بفرمایید، مثلا این رنگ، و دوباره توسط این عدد میتونید مقدار رنگ رو کم و زیاد کنید و در کل به ویدیوتون رنگ و آب بدید.